آقا ولی صحبت از دادخواهی کردی، یادم افتاد که بپرسم از شما این حضراتی که دم از دادخواهی میزدند و میگفتن باید رفت و پرویز ثابتی رو گرفت و ورد و اینا، اصلا رفت از بین رفت، چرا اینقدر زود یهو این ساکت شد؟ چی شد؟ چی بود؟ چرا؟ ببینید آقای بهبانی، قالب این تحرکات همینه، اینا در قالب میز به هم زدنه. شما برای میز به هم زدن کاری نداره، تو یه دونه کافه بپر میزا رو به هم بزن، کاری داره مگه؟ ببینید، و اینا فقط در این حده، اسب اقدامی که نمیزنن، همه هم میدونن. شما اگر ملاحظه کنید یه سری آدم های مشخصی هن با اهداف مشخصی و به بهانه های مختلف میان وارد میشن و تا تمام اینا هم نقش مخرب دارن. سر موضوع آقای ثابتی هم همینطور بود. شما فکرشو بکنید، کسانی، من خب میدونستم برای که این آدم های صالحی نیستن و اینا آدم های خوش سابقه ای نیستن. شما فکر کنید فرقه رجوی جلودار بود، حالا از اون جنایاتی که رجوی توی اشرف کرده، تو عراق کرده، با حمایت سیستم امنیتی عراق کرده، تبادل آدمایی رو که میفرستادن زندان عراق، آدمایی رو که مینداختن زیر شکنجه عراقی ها، از اون طرف آدمایی که خودشون شکنجه میکردن و میکشتن و زیر شکنجه کشتن، خب اینا، این نیرو میخواد بیاد بشه دادخواه، میخواد بیاد بشه ضد شکنجه، میخواد بیاد علیه ثابتی مثلا یک اقدام خاصی صورت بده، حاشا و کلا. ایشون که الان 40 خورده سال توی آمریکا هست، تو فرانسه بوده، آمریکا هست، خب میرفتن علیه شکایت میکردن. مطمئن باشید فرقه رجوی اطلاعی دقیق داره. خب ولی میدونه آخه اصلا آدم دنبال این کارا نیست. شما فکر کنید بعد تازه کی؟ من یکی باید بیاد به سوابق خود اینا رسیدگی کنه. بذارید من همین رو چه دفعه قبل شما ملاحظه کردید، من تمام توضیح دادم که چجوری تمام رؤسای سواک اعدام شدن، کمیته مشترک اعدام شدن، اداره سوم اعدام شدن، بسیاری از شکنجهگرها اعدام شدن، رؤسای شهربانی اعدام شدن، تقریبا قالب رؤسای زندان ها اعدام شدن و یعنی اینجوری که اینا، من همه رو به اسم آوردم دفعه قبل، برای اینکه تکرار نشه دیگه نمیگم، ولی این داستانی بود که ما خب باش از نزدیک درگیر بودیم. اینجوری نیست که مثلا علیه ساواک یا علیه اون اقدامات یا شکنجه روشنگری نشده یا در واقع این مسائل در سطح مثلا مردم مطرح نشده یا چیزی پوشیده مونده. نه آقا، هیچ چیزی تقریبا پوشیده نیست، همه چیز مطرح شده، همه چیز در اومده. تو همون 3 سال اول انقلاب، 2 سال خورده ای انقلاب، اصلا اساسا چیزی باقی نمونده. اون بخشی از این اسناد ساواک دست این گروه های سیاسی بود، همین فرقه رجوی و اینا، اسناد یه بخشیشو بار کردن بردن، بخشیشو میدونید الان هست، تو همین سالها حتی رژیم بیرون داده، اونایش که به نفعشون بوده. و در واقع من اینجوری میتونم خدمتتون بگم، موضوع ساواک یه موضوعی نیستش که مخفی باشه، نهان باشه، رسیدگی نشده باشه. خب اینا هیاهویه که میکنن و چی رو میخوان دوباره رسیدگی کنن؟ من نمیدونم، چون کسی زنده نیست. فکر میکنم، فکر کنید الان یه نفری، من به جرئت میگم 5-6 سال دیگه اصلا هیچ کدومشون زنده نیستن. بعد فکر کنید شما برید مثلا برنامه کارتون رو بذارید، مثلا رسیدگی به نمیدونم جنایات دوستاغوانان در دوران مثلا قاجاریه یا در دوران صفویه، واقعا این هم شد برنامه انقلاب، برنامه دولت، بعد حاکمیت بعد از نظام نکبت اسلامی. خب معلومه اینا جدی نیستن. حالا من یه موردی خدمتتون میگم، علی رغم همه این مواردی که عرض کردم دفعه قبل، ببینید خود این مجاهدین مطلقا اساسا به دادخواهی و پروسه حقوقی و اینها باور ندارن. من یکی از دوستانم تعریف میکرد برای من
میگفت همون روزهای اول انقلاب، بعد از انقلاب، یعنی انقلاب پیروز شده، هنوز مجاهدین به ساختمون علوی یا بنیاد پهلوی سابق توی خیابون ولیعصر، پایین میدون ولیعصر نرفته بودن. یه ساختمونی هست که بعدا به زد بازرگانی شد، این قبلا ساختمون مجاهدین بود و قبلش بنیاد علوی. قبل از اینکه مجاهدین این ساختمون رو بگیرن، توی میدون 24 اسفند یا میدون انقلاب، در اونجا یه ساختمونی داشتن. همین دوست من برای من تعریف کرد، میگه من رفته بودم اونجا و طبقه بالاش دیدم که سلول درست کرده بودن، 4 تا ساواکی رو با چشمن می آوردن و می بردن، هیچ موقع اینا رو تغییر ندادن و اینا رو کشتنشون. شاه مراد دلفانی یه نفری بود که مجاهدین رو لو داده بود یا با ساواک همکاری میکرد، مجاهدین رفتادن پیشش که زندانی سیاسی بوده سابقا، توده‌ای بوده ظاهرا، مجاهدین میرن سراغش که ازش اسلحه بگیرن. این خودشو کسی معرفی کرده بود اینجا و اونجا که با قاچاقچی های اسلحه تو کرموشا و اینا کردستان سر کار داره. ناصر صادق رفته بود پیش این برای اینکه بتونه به نوعی از این مثلا امکاناتی بگیره، که اینم ساواک رو در جریان گذاشته بود و ساواک از اونجا مجاهدین رو زیر نظر گرفت، شناسایی کرد و همه رو دستگیر کرد. و مجاهدین اولین کاری که کردن بعد از انقلاب رفتن اینو رو بودنش از در خونش و بعد این رو کشتنش. معلوم نیست جنازش چیکار کردن. مادرش میومد در خونه رضایی ها، میگه مادرش، همسرش، با بچه قدانیم قد که آقا شوهر منو چیکار کردی؟ خب شما فکر بشی کنید رجوی دنبال دادخواهیه، و آقا تو کاری بوده تو نکرده باشی، سیاهکاری بوده تو نکرده باشی و تو دنبال دادخواهی، هنوز دنبال نمیدونم مثلا ساواک این کاری کرده اون کاری کرده. خب ببین، یا شما مثلا حزب توده تو مثلا مشکلی با شکنجه داشته، آقا برید شما نگاه کنید اینا چه ها میکردن توی روسیه و اینا حمایت میکردن از روسیه، از کاگبه، از جنایات کاگبه، از جنایات استالین، از جنایات جانشینان اسرائیل. خب حالا بیایید تو ایران، خود حزب توده، این دیگه حرفای خودشونه، حرفای خود کیانوریه، حرفای خود پرتویه، اعترافات خودشونه که میگه آقا خونه درست کرده بودن، اکوستیک کرده بودن، که صداگیری کرده بودن که برن در ارتباط با کودتای نوژه و آدما رو بگیرن بیارن شکنجه کنن. اون موقع میگفتن چون تو داستانی هنوز اول انقلابه سال 59 نمیشه شکنجه کرد، ما این تو شکنجه کنیم. آقا اینا اصلا شکنجهگاه درست کرده بودن، حزب توده هنوز به قدرت نرسیده شکنجهگاه درست کرده بود. اینا که همش اسناد مدارکش در اومده، شما فکر کنید تو قدرت نیست شکنجهگاه درست کرده. اگه حزب توده قدرت داشت خدا میدونست چی کار میکرد، خدا میدونست چه سیاهچالایی درست میکردن. اینو تبری میگم، تبری خود کیانوری این رو اعتراف کرده، خود پرتوی کرده، خود مقامات دادستانی کردن، کتابم شده، همه اینا هم هستش. ببینید اون اینا که دنبال مبارزه با شکنجه نیستن که، میدونید، و اینا داستانایی است که به نظر من مهم. و شما آقای بهبهانی اون فیلم رو دیدی که رضا پهلوی داره به شکنجه صحبت میکنه؟ بله بله. خب شما اون فیلم 5 دقیقه است، رضا پهلوی هر نوع شکنجه ای رو رد میکنه، میگه حتی اگه نجات جان 100,000 نفر آدم هم باشه مهم نیست، نباید تو قانون شکنجه بیاد، نباید شکنجه اعمال بشه، نباید راه باز بذاریم. چه جوری باید بگه؟ به چه شکل باید بگه؟ این افرادی که شما میشناسیدشون آیا میان در واقع معمول اینجوری صحبت کنن؟ شما برید ببینید فرقه رجوی درون خودش چه ها کرده راجع به شکنجه، برید ببینید چه زندان هایی که درست کردن. ببینید این کامیار عزت پناه، این مثلا چیه، ویلون میزنه، تار میزنه، سنتور میزنه، مثلا هنرمنده، بابا این زندانبان بوده تو اونجا. فکرشو بکنید یه هنرمند رو تبدیل کردن به زندانبان. ما فقط سرپاس مختاری تو تاریخ خونده بودیم که سرپاس مختاری چه میدونم هم ویلوزن بود، هم موسیقیدان بود، هم آهنگساز بود، بعد اون موقع ایشون مثلا
چه میدونم رئیس عبانی بود، بعد مثلا شکنجه هم میکردن، بعید میدونم خودش شکنجه میکرد. خب ولی زندانبان بود این کامیار عزت بنا تو فرقه رجوی، خجالت نمیکشی یه هنرمند رو تبدیل به شکنجهگر کنی؟ حقوقدان رو تبدیل به شکنجهگر کردی؟ میدونی؟ یعنی اینه. حالا دیگر آقا ساواک ساواک، بعد این فرقه رجوی تو این واشنگتن، شما آقای بهبانی بهتر میشناسید اون شیرین نریمانو. خب شما نمیدونید که آقای بهمانی، شما که باید بهتر بدونید، پدر اینا ساواکی بود تو کمیته مشترک. فکر کنید این راه افتاده که ثابتی ثابتی، بابا تو پدرت کمیته مشترک بود، تیمای کمیته مشترک بود، این سال 59 ریختن خونهشون باباشو بگیرن، آقای یهو نریمان رو دیدن. میگی دیگه، بله آقای نریمان، بله با آقای بله نریمان بابای شیرین، بله 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 خدا شیرین رحمت نریمان رو کنه، دارم میگم. بله من بله دارم بله نمیگم، شما که بهتر میدونید که. بله 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 خب ایشون پدرش ساواکی بود، کمیته مشترکی بود، ریختن تو خونش اینو بگیرن، پدره رو بگیرن، آقای نریمانو دیدن تو خونش کتابای مجاهدینن و فهمیدن دختر اینا هوادار مجاهدینه، دیدن برای تبلیغات سال 59 که اینا دوست داشتن، دیدن خوبه دختره رو بگیریم، بگیم پیوند ساواک و مجاهدین. خب اینو دستگیرش کردن، تو زندان هم سرکوف میدادن به زندانی های مجاهد که پیوند بین مجاهد و ساواک مبارک. یه سال و نیم نمیدونم چقدر زندان بود، این آزاد شد. حالا فکر کنید بلبل فرقه رجوی شده این، بلبل مریم رجوی شده این، بعد این شده دادخواه، این شده علیه ساواک. فکر کنید آخه آدم به کی بره اینا رو بگه؟ علی یعنی ساواک چی حرف پس؟ میزنه؟ خب شه بس چی پس؟ اینا همه شما همینن، برید نگاه کنید. اه اه خب همین عرض میکنم. ای بابا، ای بابا خب خجالت آور. ببینید اینا شدن ضد آقای ثابتی. فکرشو بکنید آخه اصلا آدم به کی بگه؟ من باور نمیکنم آقای مستقل، واقعا سخته، خدا سخته. ببین آقای بهبهانی، ما به این عمرمون چیزایی دیدیم که اینا پیشش گمه. اصلا دو تا موضوع امروز گفتی منو تکون دادی، یکی داستان کامیار رو گفتی که چه پسر خوبی بود، راست میگی، سنتور میزد فلان، خیلی خب فکر کنید برای آرتیست که بود. ببینید آقای بهبهانی، من شما بگم اونایی که زندانبان شدن، شکنجهگر شدن، ببینید شکنجهگرای بدی ها، طرف حقوقدان بود، طرف من به هر کی میگم یه ای بابا چه آدمی بودیم فلان، حالا بماند که سقط کرد مرد، ولی واقعیت امر اینه که اینا آدم حسابی ها رو تبدیل به شکنجهگر کردن. زندانی زمان شاه اون یه تحقیقی سیامک نادری داده بیرون، 142 تا نمیدونم چقدر اونا شکنجهگرای زمان شاه. خب فکر کنید زندانی های زمان شاه شدن همشون شکنجهگر، اینا رو همشون شدن دادخواه ضد ثابتی. بابا اینا همه شکنجهگرن. و نکته جالب توجه اینه که همه به جنایات زمان ساواک کار دارن، به جنایات رژیم خمینی کار دارن، به جنایات مجاهدین که میرسه لکنت زبون بده میکنن، حتی متحدینشون. واقعا شما چجوری با این نمیری متحد میشی؟ کسایی که اینجوری شکنجه کردن، پس چرا نمیری با ثابتی متحد میشی؟ اینا که آدم بیشتر کشتن، که از خودشون کشتن، از خودشون شکنجه کردن، دشمناشون رو نه ها، اونا به جای خودش. آقا ساواکی ها شکنجه کردن، ساواکی ها رو کشتن، بابا اینا نیروهای خودی رو کشتن. همین کامیار زندانبان خود مجاهدین بود. باید تو اورلاندو زندگی میکرد، بچه خوبی نه بود تو اون، فلوریدا. نه اون، بقیه شونم
همه بابا اینا رو به کثافت کشوندن. فکر میکنی چرا اینا بعضیشون همه پاشون گیره نمیتونن بیان؟ تو اقدامات جنایتکارانه بودن، تو شکنجه بودن، تو خیلی از اقدامات کثیف بودن، و چون فرقه رجوی رو میشناسن و چون سیاهکاری رجوی رو میشناسن و چون با ذات پلید او آشنا هستن میترسن. اصلا بخشی از اینا میترسن جداشن، باور نمیدونن چه به سرشون بیارن و انقدرم از خودگذشتگی ندارن که بگه آقا جهنم هر چی میخواد بشه بشه، من دارم له میشم، من دارم همه خصوصیات خوب خودم از دست میدم، برای چی باید تن بدم به این خفت و خاری؟ برای چی باید تن بدم به این زندگی نکبت بار و ذلت بار؟ برای خوب میکنن دیگه. یعنی اینه بدبختی، اون اینه میدونید که سخت میشه. متاسفانه. حالا شما نگاه کنید یه عده‌ای تازه راه افتادن، یه حقوقبازی چون هم قالتاوی روی آمازون رو داره لباس ساواک میفروشه، فکر کنید انگار که مثلا افتخاره. اجازه بدید من بس عکس اینو بذارم بعد. نه حالا تبلیغ میشه براش، ولش نه کنید. ولی بامزه، آخه نگاه کن برداشته نوشته که. نه بذارم این عکس بذارم جان، تو بذارم این عکس بذارم، یه خیلی بامزه است نه من برداشته. تبلیغ برای اینا، ولی من فقط میخوام آخه همینجوری نوشته بهتون. که وومنز پرژین سوا. آخه وومنز نداریم ما که، اس نداره، یا وومنه یا وومنه. آخه وومنز نداریم. شما نگاه کن به عکسه، وومنز خب دیگه، پرشین ساواک. اصلا یارو من خب دیگه، نمیدونم این پسر، یه پسری اینجا تو لس آنجلس و این ویشه اینو درست کرده از این بازار شلوغ استفاده کنه خب فلان کنه، بله ولی تو از این بی حقوقبازا سوادی بابا زیاد تا داریم. کجا؟ ببینید چون میگن تا ابله در جهان است مفلس در نمیماند. آره یه همینه. روزی آقای مهمانی، من از بازی ایران و آمریکا بود، فوتبال ایران و آمریکا، بعد ایران 2-1 بازی رو برد، یه عده‌ای از این آدمای زرنگ از همین پیرنهای تیشرت درست کرده بودن، این ور آمریکا این ور ایران پرچم رو زده بودن، بعد زیرش، بعد پشت استادیوم، پشت استادیوم همین لیون، اونجا توی صندوق عقب ماشین اینا یه اتو داشتن، یه اتو شماره هم داشتن، این پیرنه رو میذاشتن زیر اتو، 2-1 ایران، 2-1 آمریکا. آقا میفروختن، ملت همین جور میخریدن. این آمریکایی ها همه دیده بودن گیج شده بودن، میگفتن این ایرانی ها از کجا میدونستن بازی 2-1 میشه؟ اصلا اینا فکر نمیکردن، چون هر ایرانی رو میدیدن نوشته پیرنش 2-1 آمریکا. اینا همه نگاه میکردن بودن وا مای گاد، واسه اینا نگاه میکرد اصلا نمیفهمید که آقا این یارو مگه میشه؟ اینا از کجا میدونستن؟ عقلشون نمیرسه که اینا پیرن درست کردن، این پشته فقط شماره دارن پیش میزنن. خب ببینید الان، خب اون هموطنامون بیزینس میکردن، کار خوبی هم بود، کار هوشمندانه هم بود، یه پولی هم در میاد. خب ولی نکتهش اینه که امروز این یارو رفته همون تیپ میخواد بیزینس کنه، چی؟ نمیدونم ساواک و از این حرف ها، از این اقدامات احمقانه و ابلهانه که بیشتر به ضرر هستن، اصلا به ضرر همه کسه. میدونید بخوام اگه ارزشه که آدم یکی بیاد بره مثلا میخوام میگم تبدیل کاگبه رو بکنه، یا مثلا پیرن کاگبه، پیرن CIA، خب حالا مثلا ساواک بکنه. خب ببینید چقدر آدم باید این ذهن ابله باشه، احمق باشه که بره همچی کاری بکنه. حالا احمقتر اونایی که میخرن، میدونید اینه متاسفانه. پیرن دو سه دلاری رو میفروشه 20 نه دلار. بابا اگه مثلا تو 5000 تا 16000 تا ارده بدی زیر 1 دلار برات تموم میشه عزیز بله من. بله بعد بفروشی 20 دلار، خب خیریه، راست میگی. یه دم حالا بیان اینو بخرن، یه قسطم بذار. حالا که اینجا رسید از حماقت گفتی، بذار منم یه بار از حماقت خودم بگم برات. من تازه اومده بودم اینجا و یه تابستون داغ بود توی واشنگتن و همین مخالفین جنگ یک تظاهرات گذاشته بودن، آمریکایی‌ها و سربازان از جنگ برگشته و خلاصه که مثلا خیلی زخم و زیلی بودن، که خیلی شکلای وحشتناکی داشتن. منم داشتم
یه گزارشی تهیه میکردم، فیلم میگرفتم، اینا خیلی هم داغ بود. بعد دیدم که اونجا کیوسکای بوتای گذاشتن و خیمه درگاه درست کردن، تیشرت و کلاه و این چیزا میفوشن. من برای اینکه از این گرما نجات پیدا کنم رفتم یه دونه از این کلاها رو بخرم. طرف گفت اینا اینجوری نیست، شما باید اینجا این فرما رو امضا کنی، عضو بشی، 20 دلار هم بدی تا این کلا رو بتونی بهت مجانی بهت میدی. من زودی 20 دلار در آوردم، گفتم اینا امضا، خودتم بقیهش رو پر کن، و کلا رو خیس کردم و گوشتم رو کلم. یه دوستی رسید گفت تو میدونی این کلا چیه کلا؟ گفتم نه، فقط گرم بود من اینو گوشتم. بعد اینا کندم، کلای اناره، کلای اناره گوشتم و وایساده بودم اونجا، و در حالی که اناره مخالف این حرکت بود، ما جز همراهان این حرکت اشتباه گفتم که اینم خاطره ای بود تعریف کنم از اشتباهات. ولی حیرت انگیزه که اومدن و یه چنین چیزایی رو درست کردند و میفروشن واقعا. ولی این دوتا خبرت خیلی خبر بود، یکی داستان شیرین نریمان که علیه ساواکی ها حرف بزنه، یکی هم این داستان کامیاب.